سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید. پس از یکی دو روز توقف ماندن در پشت برف بالاخره به واشنگتن بازگشتیم و روز از ما روزی از ما برنامه دیگر و سپاس از شما در این مدت که تماشاگر بازپخش برخی از برنامه های تفسیر خبر بودید. در این شماره از تفسیر خبر می‌پردازیم به مهمترین خبرهای روز در عرصه اقتصادی و کارگری ایران. ترجمه 93 هزار میلیارد تومان که یک قلم از اختلاس‌های افشا شده توسط خود کارگزاران حکومت فقیه است، ترجمه این مبلغ به سفره مردم ایران چه معنایی خواهد داشت؟ در میان می‌گذاریم با آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس اقتصاد و امور بین‌الملل، و نیز نگاهی می‌اندازیم به پیامدهای روزافزون کاهش قیمت نفت و این پرسش نیز در عرصه اتمی که آیا مذاکرات اتمی میان جمهوری اسلامی و پنج به اضافه یک به نتیجه روشن دست خواهد یافت یا خیر. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. سلام به شما آقای تقی‌زاده است. سلام به شما آقای چرلنگی. امیدوارم آقای چرلنگی خیلی گلایه‌دار نباشید از برف زیبایی که واشنگتن رو سفید پوش کرده، به خصوص خیابون پنسیلوانیا و پارک‌های اطراف واشنگتن بعد از نزول برف تا چند روز بسیار بسیار زیباست. خوشحالم از اینکه شما در انگلستان هم خبرهای اطراف خیابون پنسیلوانیا رو به دقت دنبال میکنید. برای بینندگان بگم خیابان پنسیلوانیا نزدیکی های کاخ سفید. گله نیست جناب تقی‌زاده عزیز از برف، بله زیباست، اما پشت برف موندن یک مقدار خود مشکلات خودشو داره و در این کشوری که بسیار وسیع است و بسیار هم منظم، در کالیفرنیا با پیراهن آستین کوتاه به خیابان رفتن، در این سو با پالتو و بسیار مخلفات دیگه، و دو روزی هم در واقع پروازها به تاخیر افتاد. بحث امروز ما رو اندکی به تاخیر میندازه آقای چالنگی. من یادم میاد آقای نیکپه، شهردار پیش از انقلاب ایران، یکی قبل از آخری، همیشه واشنگتن رو با تهران مقایسه میکرد. البته خیلی مقایسه نزدیکی نبود، ولی بین آب و هوای متنوع ایران و آمریکا یک مشابهتایی هست. یعنی همونطور که در آمریکا میشه چهار فصل رو در یک کشور دید، در ایران هم چهار فصل رو میشد در یک کشور دید، ولی تفاوت امروز ما با آمریکا این است که ما در سقوط اقتصادی هر روز سرعت بیشتری میگیریم و آمریکا دوران بحران اقتصادی رو پشت سر گذاشته و حالا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا از اطمینان خاطر بیشتری نسبت به گذشته برخورداره. شما آقای چرلنگی اشاره کردید به میزان فسادی که به یکی از کارگزاران جمهوری اسلامی نسبت داده میشه و رقم فساد تازه‌ای که حالا افشا شده. شاید درک این ارقام نجومی که معمولا در بودجه های کشور قرار میگیره، نه ارقام اختلاس و فساد مالی و اداری، من رو به یاد گفته ای از یک دوست بسیار قدیمی که مترجم و نویسنده خوبی است انداخت. او تعریف میکرد زمانی که بچه بوده وقتی ارقامی بزرگتر از حد معمول، یعنی پول تو جیبی و غیره، به او گفته میشد و از درک این ارقام در میموند، میگفت با این پول چقدر میشد بستنی خرید. یقینا با ارقام اختلاسی که آقای بابک زنجانی صورت داده
و رقمی که شما به اون اشاره کردید بی مشابهت و غیر نزدیک با رقم اختلاس منصوب بابک زنجانی نیست. میتونست ایران بابت 6 ماه پولی که از آمریکا به عنوان رفع تحریم برای مجموعه این کشور گرفته بی نیاز بشه. مردم ایران میتونستن بیش از 3 میلیون نفر از وام‌های بانکی برای خانه‌دار شدن استفاده بکنن و میشد هزاران مدرسه با این پول ساخت یا نزدیک به 100,000 فرصت شغلی تازه در ایران ایجاد کرد. اینها ارقامی است که نزدیک به رقم مورد اشاره شما برای کلاهبرداری اختلاس مالی توسط یکی از کارگزاران رژیمه. فقط قبل از اینکه آقای تقی‌زاده به جزئیات این موضوع بپردازیم، من اتفاقا راجع به آب و هوا صحبت کردیم، مطالب متعدد من خوندم، خود شما هم بیشتر درباره همین اختلاف درجه حرارت، یعنی اختلاف فصول در آمریکا. جایش با آستین کوتاه میشه زندگی کرد در کالیفرنیا، ایالات غربی جنوبی، در این بر برف زیر 0 درجه از هوا. ایران هم چون مشابهتی داره 25 درجه اگر اشتباه نکنم یا بیشتر کمتر سانتیگراد بین بندرعباس جنوب ایران و شمال ایران اختلافه. خیلی در این مطالبی که من مورد نظرم هست اشاره شده این اختلاف طبیعت مثل مورد بهره برداری قرار بگیره برای پیشبرد اقتصاد. یکی از کلیدهای موفقیت اقتصادی آمریکا در اینه. آیا در ایران هم چنین امکانی وجود داره؟ یعنی میشه بهره برداری کرد از این اختلاف طبیعی که وجود داره در 4 فصل در ایران؟ بدون تردید این امتیازی است که در دوران 35 ساله حکومت جمهوری اسلامی به صورت مطلق ندیده گرفته شده. یکی از جاذبه ها میتونست جلب مسافر در استانهایی باشه که گرمتر هستند و استانهای سردتر در زمینه ورزش های زمستانی پذیرای مسافرین هم از داخل کشور و هم از محیط خارج باشند. ولی محدودیت هایی که جمهوری اسلامی اعمال میکنه برای تردد، برای ظاهر شدن در جامعه، پذیرفتن میهمانان خارجی یک مانع بزرگه برای پیشرفت نکردن گردشگری در ایران. و دوم اینکه این زیرساخت ها رو جمهوری اسلامی از ایجادش سر پوشونده، برای اینکه زندگی در جمهوری اسلامی یا زیر حکومت جمهوری اسلامی شبیه روزمرگی است. یعنی فقط میخوان در سطح شهر روی سطح اون چیزی که قابل دیدن هست مراسمی برپا کنن، جشنی بگیرن، نمایش پیشرفت بدن و از اون عبور بکنن. این پرسی که شما الان مطرح کردید من رو به یاد راهنی انداخت که چند ماه قبل با تمطراق آقای روحانی در کنار دو رئیس جمهور آسیای مرکزی قرار گرفت و به ظاهر راه آهن جنوب به شمال رو یا شمال به جنوب رو افتتاح کرد. و ولی حالا بعد از چند ماه از افتتاح این خط که باید تجارت رو در داخل ایران توسعه میداد، بایستی وسیله انتقال کالا از جنوب به شمال و از شمال به جنوب میشد و محل درآمد تازه، ایجاد مشاغل تازه میشد، از منابع داخل رژیم میشنویم که این خط آهن به هیچ وجه قابل بهره برداری نیست. 30% از کارهای لازم اون هنوز انجام نشده، زیرساختهای اون هنوز تکمیل نشده، من جمله انبار برای نگهداری قله، من جمله گمرکات برای ورود کالا و غیره. و این درست شبیه به کاری است که آقای احمدی نژاد انجام داد. آقای چالنگی در ماهای آخر حکومتش وزیر راه او راه آهنی رو افتتاح کرد که بایستی اصفهان را از راه زمینی به شیراز وصل میکرد و این راه آهن هنوز هم در حال نفس کشیدن به زور و زیرساختهای اون شکل طبیعی نداره، استفاده از اون امکان پذیر نیست و مردم فقط نمایش افتتاح یک راه آهن رو در دوران احمدی نژاد و حالا در دوران آقای روحانی شاهد بودن. این شبیه وضعیتی است که اختلاف آب و هوا میتونست در ایران عامل پیشرفت باشه، ولی با بیتوجهی جمهوری اسلامی به ایجاد زیرساختا این امکان بالقوه کاملا فراموش شده. ایران جز معدود کشورهای دنیاست که به علت وسعت خاک و قرار گرفتن در یک مدار جغرافیایی مشخص از این طبیعت برخورداره. اختلاف درجه حرارت گاهی از 35 درجه هم در 4 نقطه ایران فراتر میره و این امتیازی است که میتونه
به رشد اقتصادی کشور کمک زیاد بکنه اگر مورد استفاده درست قرار بگیره. اشاره شده بود در یکی از مطالب در روی ایران که در فصل زمستان میشه در شمال ایران به اسکی رفت، اسکی روی برف، که قرار بود آیت الله خمینی حتی برای مستضعفین هم امکانش رو فراهم کنه، و در همون زمان هم در جنوب ایران به دریا رفت، به خلیج فارس شنا کرد. اما آقای تغیزاده عزیز، ببینید یک پرسش من دارم، این که در آمریکا مهد سرمایه داری، مهد تجارت، مهد آنچه که همه دنیا به اون سرمایه داری میگن، همه عنوان بشه، همه در پی سود بیشتر هستن از نظر اقتصادی، چون این سودهای امکان پذیر نیست در مدت کوتاهی. یعنی آقای بیل گیتس هم چون این سودی چرا به دست نیورد در ایرانی که حکومت الهی هست به گفته آقایون و مسئولان جمهوری اسلامی و حکومت عدل هست، انصاف هست و همه این حرفا. این آقایی که اسمشون هست آقای محسن پهلوان و 43 سال دارن، در از کمتر از 5-6 سال به 93 یا 94 هزار میلیارد تومان دست پیدا کرده. من اول خبر رو خوندم، اون لابو صنعتی کاری چیز نه، از طریق زمین و بساز بفروشی و در خراسان و سابقه شون هم طبق معمول از سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. چجوری این نشونه سلامتی یک اقتصادی در آمریکا نمیشه با معاملات زمین در مدت 5-6 سال به یک همچین سرمایه های دست پیدا کرد یا در انگلستان؟ اما در ایران این نشوندنده کدوم یکی سال؟ حق با شماست آقای چالنگی. اتفاقا در مورد اول شاید گفتگوی من و شما مقداری بحث انگیزتر باشه، اتفاق نظر کامل وجود نداشته باشه. در آمریکا امکان دست پیدا کردن به سودهای بزرگ وجود داره، ولی نه از راه اختلاس، نه از راه رو کردن به اقتصاد دلالی. روز گذشته اعلام کردن که شرکت اپل هر ساعت 8 میلیون دلار سود تولید میکنه، ولی بابت تولید این پول شرکت اپل به دولت آمریکا مالیات میپردازه. شرکت اپل این محصولات رو در تمام دنیا میفروشه. شرکت اپل با ایجاد این سود فرصت‌های اشتغال نه تنها در آمریکا بلکه در سراسر دنیا ایجاد میکنه، ولی در جمهوری اسلامی تولید سرمایه تنها از راه یک فساد اداری و داشتن روابط دولتی امکان پذیره و دو، رو کردن به اقتصاد دلالی. و طبیعتاً چنین آدم‌هایی که با نفوذ هستند و در شهر دلالی می‌کنند در اندازه‌های بسیار بزرگ مالیات هم نمی‌پردازند. این اقتصادی است که تخریبیه و پولی که چنین آدم‌هایی به دست میارن مستقیماً از جیب کسانی میره که ضعیف‌ترین طبقات جامعه هستند. اقتصاد دلالی مشابه اون چیزی که در ایران امروز مد هست تنها باعث تخریب زیرساخت‌های اقتصادی اجتماعی و از بین بردن دارایی‌های فردی میشه و طبقه متوسط رو منهدم میکنه و طبقه فقرا رو هر روز بزرگتر. بله، من اشاره کردم آقای تغیزاده که در آمریکا از طرق دیگه میشه به سرمایه بسیار رسید، به سودهای زیادی رسید، ولی از طریق زمین و معاملات زمین و زمینخواری و بساز و بفروشی خیلی. یعنی این بابا، یعنی سرمایه به دلار که تبدیل کنیم چقدر میشه؟ من و شما نمیدونم همچه رقم هایی بهش باید سرکار نداشت. 93 یا 4000 میلیارد دلار، 30 میلیارد دلار، 3 میلیارد دلار باید این آقا دزدی اخلاص کرده باشه. 30 میلیارد میشه آقای طرزادی، 3 میلیارد، 3 میلیارد فکر میکنم. من اونها چقدری که از من فقط این یه مزنده بدم دست بینندگان عزیز که آقای بیل گیت صاحب مایکروسافت به خاطر این همه اختراعات و کارهای عظیمی که کردن صاحب سرمایه 50-60 میلیارد دلار است. و بله، در آمریکا میشه با ابتکارات جدید چیزی رو به تکنولوژی اضافه کرد، به علوم مختلف، به زندگی مردم، به اختراعاتی، بله صاحب پولی شد. ولی نشستن و از شغل کبابی، اینجا در خبر هست ایشون قبلا شغلشون کبابی بود، بسیار هم شغل
محترمی است، اما یک شبه به دلیل سرداری در سپاه پاسداران، یک شبه که نه درف 4-5 سال به چنین سرمایه دست پیدا کردن. طبقه متوسط ایران کجاست آقای طرزاده؟ ما الان در زمان پیش از انقلاب طبقه متوسط از نظر اقتصادی تعریف داشت. آیا الان این طبقه متوسط از نظر اقتصادی تعریف پذیر هست، وجود داره، به چه شکل هست؟ هدف اقتصاد پیش از انقلاب ایران، هدف اقتصاد هر کشوری که به دنبال رشد ماندگار هست، ایجاد طبقه متوسط و تقویت طبقه متوسط. طبقه متوسط ستون فقرات اقتصاد روبروش در هر کشوری است. اگر طبقه متوسط از بین بره، به مثابه این است که ستون فقرات اون اقتصاد رو از بین بردن. تا 20 سال بعد از انقلاب، جمهوری اسلامی اگرچه شعار حمایت از مستضعف رو همیشه تکرار میکرد، ولی انهدام طبقه متوسط رو به عنوان هدف مشخص اعلام نمیکرد. در دوران دولت 8 ساله احمدی نژاد، انهدام طبقه متوسط به بهانه تقویت کارگران از راه دادن یارانه و دادن اعانه مستقیم به مردم هدف نهایی دولت بود، و این نه تنها به صورت اعلام شده و هدفدار، به صورت برنامه ریزی شده این فکر پیگیری شد. به این علت اونچه که میگن ضریب جینی، تقسیم ناعادلانه ثروت بین گروه های اجتماعی، در دوران جمهوری اسلامی بزرگتر شد و طبقه متوسط به سود طبقه کم درآمدتر از بین رفت، بدون اینکه طبقه کم درآمد درآمد بیشتری پیدا بکنه. عملا با انهدام طبقه متوسط فرصت ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی گرفته شد، فرصت ترکیب سرمایه سالم و افزایش تولید از طرف بخش خصوصی گرفته شد، و اقتصاد دولتی بیش از پیش کنترل خودش رو به تولید و به پول مردم اعمال کرد و فساد دولتی رو توسعه داد. هدف دولت این بود که 10 میلیون طرفدار خودش رو با دادن اعانه اجیر بکنه و بسیج بکنه، و زمانی که لازم داره اونها رو به خیابون بکشه برای حفظ قدرت خودش. اونچه که برای حاکمیت مطرح نبوده، از بین رفتن 60 میلیون مردمی بوده که میتونستن با تبدیل شدن به یک طبقه متوسط پویا قدرت اقتصادی رو به بخش خصوصی برگردونن. الان جامعه ما دو قطبی شده. یک قطب شاید در حدود 1% مردمی هستند که وابسته به حکومتن و از همه امکانات برخوردارن. یکی از اونها پهلوانی بود که شما به نام او اشاره کردید، و بخش دیگه بیش از 80% مردمی هستند که به طبقه فقیر نزدیکتر شدن، و بیش از 50% از این طبقه فقیر بالاتر از خط فقر قرار دارن. بنابراین اقتصاد ما به علت فساد، به علت دولتی بودن، در مسیر انهدام همیشه گام برداشته. در زمان احمدی نژاد این گام برداشتن سرعت بیشتری گرفته، در زمان آقای روحانی این سرعت کاسته شده، ولی از حرکت به سمت انهدام اقتصادی هیچ وقت مانعی دیده نشده و این حرکت ادامه پیدا کرده. من توضیح بدم، این آقای محسن پهلوان خراسانی که ارتباط سوء تفاهم پیش نیاد با پهلوانان دیگری که اسم رسمی دارن در عرصه‌های دیگه، ظاهراً نسبتی ندارن. قطعا با آقای عباس پهلوان روزنامه‌نگار با سابقه سرزمین ما هیچ نسبتی ندارن. آقای عباس پهلوان که همچنان در لس آنجلس مجله فردوسی رو منتشر. طبیعتا با پهلوان اکبر خراسانی هم نسبت ندارن، چون ایشون سالهاست که فوت کرده. برحال پهلوانی است با دو تا انگشتر عقیق، انگشت و ریشی در حد فقاهت و ولایت داشتن و روحی و باندی. اما آقای طرزاده، ببینید، آقای احمدی نژاد رو این روزها مرتب توپ بر سرش زده، گویی که تمام این مشکلات از احمدی نژاد آغاز شده و احمدی نژاد هم تمام میشه. به این نکته کمتر پرداخت شده که احمدی نژاد محصول چی هست؟ آیا حکومتی، آیا نظامی که از 23 بهمن ماه 57 آمد
و مصادره رو آغاز کردن مال و دارایی‌های مردم رو و به گفته رهبری و آیت الله خمینی اقتصاد رو مال چهارپایان می‌رسه. تولیدش نباید بالاخره احمدی نژاد باشه، طوری که مراحل پیشین احمدی نژاد رفسنجانی بود و بقیه و محمد خاتمی و بقیه. بدون تردید احمدی نژاد محصول دیکتاتوری مذهبی نظامی است که نظارت مردم رو بر نمیتابه. اصلا نظارتی از جانب مردم به این دولت و حکومت وجود نداره. وقتی این ترکیب دیکتاتوری وجود داره بدون نظارت مردم، اون چه که اهمیت نداره قابلیت فردی است و ارزش مدیریته. اون چه که اهمیت داره مورد اعتماد قرار داشتنه. بنابراین شما باید یا بخشی از حاکمیت باشید که امروز 8000 نفر ایران رو در طبقات مختلف اداره میکنن، و یا با یکی از این عوامل قدرت نسبت پیدا بکنید. آقای احمدی نژاد هم از قبیله همین 10000 نفری است که نزدیک شدن به قدرت اعتماد لازم رو نزد عوامل قدرت برای او ایجاد کرد. احمدی نژاد اگر واقعا در شرایط متعارفی باید به دنبال شغل میرفت، در بهترین شرایط میتونست در یکی از بخش‌های شهرداری تهران مسئولیت نظافت کردن خیابان رو اداره بکنه، مدیریت بکنه، ولی نه بیشتر از اون. این مدیریت و قابلیت فردی آقای احمدی نژاد و نوع احمدی نژاد و کسانی که احمدی نژاد به عنوان وزیرهای دولت خودش گمارد دارای قابلیت‌های فردی نبودند. تکنوکراسی در حاکمیت‌های دیکتاتوری جایی نداره، اعتماد به فرده، و به این علت اونها در همین هرمی که برای خودشون ساختن به دنبال افرادی میرن که مورد اعتماد اونهاست. احمدی نژاد محصول مستقیم دیکتاتوری نظامی مذهبی است که در طول 35 سال گذشته انهدام ایران رو هدف قرار داده و به صورتی موفق اون رو ادامه داده. اگر غیر از احمدی نژاد سر کار می آمد، جای اما اگر بود و آقای روحانی با ظاهری بهتر نسخه دیگری است از چهره‌ای که شاید دو صورتک یک شبیه سازی تئاتر رو برای ما زنده میکنن. واقعا آیا شما بین قابلیت های مدیریت آقای روحانی به عنوان یک آخوند با آقای احمدی نژاد تفاوت زیادی میبینید؟ آقای برگردیم به محسن پهلوان و 93000 میلیارد تومانی که ایشون اختلاس کرده. همزمان خبری من دیدم که کارگری در بوش شعر خودش رو به دلیل نداشتن کار از ساختمان قصد داشته به پایین بندازه، خودکشی کنه. در زمانی که نفت به حدود 200 دلار برای هر بشکه بود، باز من خبری رو به یاد دارم که کارگری در تهران خودکشی کرده. قیمت نفت در حال پایین اومدنه. چه تأثیر بیشتری بر سفره مردم خواهد داشت آقای تغیزه؟ قبل از اینکه من به پرسش شما پاسخ بدم، یک مقایسه دیگه بین رقمی که شما به اون اشاره کردید بکنم تا اهمیت این رقم بیشتر گفته بشه. 70000 میلیارد تومان مجموعه ذخایری است که بانک‌های خصوصی ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان سپرده دارند. یعنی مجموعه این بانک‌ها با این سپرده کار می‌کنند و فشار این است که بانک مرکزی برای دادن سرعتی به گردش اقتصادی در داخل کشور بخشی از این ذخیره ها رو آزاد بکنه. اگر واقعا این رقمی که مورد اشاره قرار گرفته 93000 میلیارد تومان هست، بیش از مجموعه ذخایر پولی بانک های بخش خصوصی نزد بانک مرکزی است. ولی در مورد مسئله نفت، واقعا کاهش قیمت نفت یکی از معضلاتی است که جمهوری اسلامی امروز با اون دست به گریبانه. من در نوشته ای که روز گذشته شاید تمام کردم برای انتشار، اشاره کردم که حتی اگر همین امروز تحریم ها رو از ایران آمریکا و اروپا بردارن و ایران حتی اجازه صدور 1 میلیون بشکه نفت به بازارهای اروپا و آمریکای جنوبی، آفریقا یا هر کجای دیگر آسیا رو داشته باشه، واقعا دادن این اجازه، برداشتن این تحریم ها به علت شرایط محیطی که فراهم شده، کمترین تأثیری بر زندگی مردم در کوتاه مدت و حتی میان مدت نخواهد داشت. ایران باید برای افزایش صادرات نفت با رقیب‌های جدی در بازار مقابله بکنه. اگر موفق بشه حتی 200 یا 300 هزار بشکه در این بازار رقابتی تنگاتنگ
صادرات خودش رو افزایش بده، همین افزایش صادرات به کاهش بیشتر قیمت نفت در بازارهای جهانی منتهی میشه. بنابراین به نوعی روی شاخه نشستن و بنبریدن جمهوری اسلامی وضعیت درآمدهای ارزیش با برداشتن تحریم‌ها در نتیجه رسیدن به توافق اتمی خیلی تغییر نخواهد کرد، و اگر تغییر ضمنی میکنه، این تغییر در جهت تأمین نیازهای واجبتر ارزی دولت و نه تزریق کردن به اقتصاد ملی و تغییر یا بهبود وضعیت معیشتی مردم. و همزمان جریان مذاکرات است که اشاره کردید، مذاکرات اتمی، که این خوشبینی وجود داره که به نتایجی برسه، نتایجی در حل این مسئله، این مشکل. از طرف دیگه گروهی هم معتقد هستن که خیر، در ایران قدرت تصمیم گیرنده واحدی در این زمینه وجود نداره که بتونه به روشنی بگه آقا بله ما این توافق قبول داریم و مسئله رو به هر حال حل کن. شما چه میبینید در این عرصه، این روند مذاکرات رو به کدوم سمت میبینید؟ و کنگره آمریکا همچنان منتظر که در صورت عدم موفقیت مذاکرات طرح تحریم‌های جدید و افزایش تحریم‌ها رو به تصویب برسه. ارزیابی خلاصه من آقای چالنگی این است که هرچی این گفتگوها طولانی تر میشه، فرصت رسیدن به توافق کمتر میشه، و ما شاهد هستیم که این گفتگوها بدون اعلام هر نتیجه لمسی ادامه پیدا کردنی، عملا در حال طولانی تر شدن، بدون نشان دادن کمترین گمانه مثبت دال بر کاهش فاصله بین انتظارات ایران و انتظارات آمریکا یا جامعه جهانی. از سوی دیگه در داخل ما میبینیم که مخالفین مذاکرات اتمی تدریجا فشارهای تبلیغاتی خودشون رو زیادتر میکنن. در مجلس جمهوری اسلامی صحبت از حفاظت از دستاوردهای اتمی است، به دولت تکلیف میکنن که از این دستاوردها دفاع بکنه، البته دستاوردهایی که شاید ارزشش در بازار بیش از چند میلیون دلار نیست. و میبینیم آقای ظریف به جای دفاع از مذاکرات و تقویت مواضع مذاکره کنندگان، با خبرگزاری فارس یعنی رسانه رسمی سپاه پاسداران وارد گفتگو میشه و میگه که ما در وضعیتی نیستیم که مذاکرات رو بتونیم تمدید بکنیم. و از طرفی میبینیم که اگر مذاکرات تمدید نشه، کنگره آمریکا در شرایطی موضع گرفته که تحریم های تازه‌ای رو علیه ایران اعمال بکنه. خب با توجه به کاهش قیمت نفت، با توجه به کاهش بضاعت ایران برای رقابت با تولید کنندگان بزرگ نفتی در بازارهای بین‌المللی، ظاهرا اصولگرایان و نظامیان که خواهان شکست مذاکرات هستند اینطوری استدلال میکنند که حالا با برداشتن این تحریم ها زندگی مردم که تغییری نمیکنه، درآمدهای دولت هم که تغییری نمیکنه، بنابراین چرا باید زیر فشار مذاکرات بریم و به اصطلاح غرور خودمون رو بشکنیم، و بهتره برای حفظ موقعیت امنیتی خودمون شونه از بار مذاکرات خالی کنیم و تن به از قول اونها خفت و خاری قبول شکست ندیم در مقابل اونها، و دستاوردهای اتمیمون رو تسلیم نکنیم. به نظر من این طرز فکر در داخل ایران در درون حاکمیت جمهوری اسلامی در حال قدرت گرفتن، این طرز فکر در درون جمهوری اسلامی در حال قدرت گرفتن هست. بسیار معتقد هستن آقای طهی‌زاده که متکی بر یه مصالح اقتصادی، یه منافع اقتصادی دارن این جناح از شرایط موجود، از تحریم. بدون تردید اقتصاد دلالی در جمهوری اسلامی رشد خواهد کرد. دوباره کنترل مقامات نظامی بر تجارت ایران تحکیم خواهد شد. تجارت شکل دلالی داره، شکل دلالی و قاچاق پیدا میکنه، بنادر و فرودگاه ها در اختیار سپاه قرار میگیره، وضعیت داخلی شکل امنیتی پیدا میکنه، فروختن ارز در بازار باز توسط سپاه صورت میگیره، حکومت پلیسی کنترل بیشتری بر جامعه خواهد داشت، و نیاز دولت مردان عمامدار به حمایت نظامیان و سرنیزه زیادتر خواهد شد، برای اینکه اونها رو در مقابل فشارها و انتظارات مردم حفظ بکنن. بنابراین این نهایت خواسته اصولگرایان و نظامی ها هست، و نتیجه لمسی اون توسعه فساد و رفتن جامعه به سمت دو قطبی شدن،
یک قطب کوچک بیش از پیش دوباره سرمایه‌دار میشن و فقرا تا رسیدن به نقطه سقوط همچنان تجربه فقر رو ادامه خواهند داد. و راه حل چیست؟ راه حل این است که مردم برای مطالباتشون در مقابل این وضعیت بایستن. این گره رو تنها مردم ایران میتونن باز بکنن. این وضعیتی نیست که باز کردن گشودن و گرهش به دست قدرت‌های خارجی باشه و یا انتظار داشته باشین در وضعیت کنونی در درون حکومت جمهوری اسلامی تحولی صورت بگیره. کمترین شکلی از تغییر در درون حکومت به چشم نمیخوره. عوامل حکومت مجموعه یک دولت فاسد هستند و اگر میبینیم که دولت آقای روحانی هم نمایش مقابله با فساد رو میده، عملا در این جهت گام بر نمیداره. وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی آقای روحانی اعلام میکنن که 22 میلیارد دلار در دولت گذشته فساد مالی صورت گرفته به صورت فروختن ارزهای ایران در استانبول و دبی. چرا رئیس بانک مرکزی، رئیس دولت، وزیر اقتصاد اسامی این عوامل فاسد رو، صرافی هایی که این ارز رو فروختن، منتشر نمیکنن؟ چرا نمیگن با کمک کدام یک از این عوامل این فساد صورت گرفته؟ چرا آقای بابک زنجانی دستهای دیگرش رو نمیشه؟ چرا دو نفر از این فاسدها به زندان فرستاده نمیشن؟ این نشون میده که آقای روحانی شکل و نقش سوپاپ اطمینان رو بازی میکنه و مهره ایست از مجموعه فاسد حاکمیت جمهوری اسلامی. سپاسگزار هستیم آقای طرح‌زاده عزیز. امیدواریم در برنامه‌های آینده باز هم در فرصت‌های بیشتر بپردازیم به مسائل گوناگون اقتصادی و با این امید که روزی مسائلی وجود داشته باشه و نکات مثبتی در ارتباط با سفره مردم ایران، رونق سفره مردم ایران داشته باشیم در این برنامه. با سپاس دوباره از شما. ببینیم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا در نیمه دوم برنامه. آقای منصور اوسانلو با من و شما هستند. میپردازیم به مسائل کارگری در عرصه کار در ایران تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستم آقای منصور اوسانلو. آقای منصور اوسانلو نیاز به معرفی بیشتری ندارند جز بردن نامشون، اما در این شماره از تفسیر خبر محروم هستیم از تصویر ایشون. از طریق تلفن با من و شما خواهند بود با آخرین خبرها در عرصه کارگری در ایران. سلام به شما آقای اوسانلوی گرامی. سلام به شما و هم میهنانم، چون هم فرصت کمه و هم من امروز در شرایط غیر عادی دارم مصاحبه برای خدمتتون میکنم. مستقیم میخوام برم سر خبر بیانیه بسیار معلمی که شورای کانونهای صنفی معلمان ایران منتشر کردن که نمایندگان بگیم به نوعی 800 هزار معلم ایران هستند، در پی اعتصابات دو هفتهی که معلم ها داشتن و الان هم موجب حمایت بسیاری از کانون‌های صنفی معلمان شد که معلم‌های زیادی تازه درخواست داشتن که این اعتصابات رو ادامه بدن و شورای صنفی در متن بیانیه‌ای که آورده و شما میتونید بعدا به بیننده‌های عزیز ما نشون بدید، سایت حقوق معلم و کارگر که یک سایتی است که توسط کارگران و معلمان رحمتی در داخل کشور راه اندازی شده و این سایت حقوق معلم و کارگر لحظه به لحظه میتونه بینندگان و خوانندگان و دنبال کنندگان مسئله کارگری و معلمان ایران رو در داخل ایران پوشش بده. همچنین در همین سایت که منتشر کردن دوستان به اطلاع من رسوندن، پس از انتشار بیانیه به اصطلاح شورای سراسری کانونهای صنفی معلمان ایران، استقبال زیادی شده از این بیانیه توسط کانونهای صنفی معلمان در کشور. بسیار لحن محکمی داره بیانیه و نسبت به دولت و حکومت اعلام کرده با توجه به اینکه میلیاردها میلیارد پول کشور برباد رفته و امثال رحیمی که کوچکترین مهره بوده با 4 میلیارد دلار داره جریمه میشه،
از اون طرف برای معلم‌ها کمترین افزایش حقوق در نظر گرفته نمیشه و سطح دستمزد معلم‌ها به نسل کارگرها به یک سوم هزینه‌های زندگی کاهش پیدا کرده و از اون طرف 70% بودجه بخش‌های نظامی مثل سپاه و امنیتی بالا میره. از این طرف زحمتکشانی که گچ باید بخورن در شرایط بسیار سخت در بعضی از شهرستان‌ها روستاها معلمان ما تا در تهران و اطراف تهران در بدترین شرایط دارن تدریس میکنن و با دستمزدی که میگیرن اصلا زندگی اونها تأمین نمیشه. به همین دلیل شورای سراسری کانونهای صنفی به دولت و حکومت هشدار داده که هرچه زودتر به این خواسته های برحق معلم ها بایستی رسیدگی بکنید و نامه ای که ما بهتون دادیم تومار 13 متری و 6000 خورده ای امضایی که داشت رو جدی بگیرید. توی این مرحله اگه یادتون باشه هفته گذشته ما اعتصابات سراسری تقریبا داشتیم در رابطه با معلمان ایران در شهرهای شاهرود، سبزوار، مریوان، سنندج، سقز، خود تهران، اطراف تهران، رباط کریم، اسلامشهر، استان البرز، شهرستان کرج، بیرجند و بندر خمیر حتی در این اعتصابات حضور داشتن، به خصوص شهرستان شاهرود که با پیوستگی سراسری معلم‌ها جلوی فرمانداری و ادارات آموزش پرورش اومدن اعتراضشون اعلام کردن. در مریوان هم همینطور این اعتراضات سراسری اعلام کردن و ایستادن تو خیابون و اونجا نماینده کانون صنفی درخواست‌های معلمان رو خوند و در متن این نامه که بیانیه که منتشر شده روی صفحه سایت حقوق معلم و کارگر هست و شما و بینندگان بتونید بعدا مراجعه بکنید، این سایت بسیار مهم رو به هم میهنان من در تلویزیون هم نشون بدیم، اشاره شده که در صورت عدم رسیدگی به این درخواست های برحق کانون های صنفی معلمان که به طور خودجوش وارد اعتصاب شدن میتونن در یک شرایط سراسری قرار بگیرن و یک اعتصاب سراسری و ما میتونیم امیدوار باشیم برای اخلاق حق در تمام ایران معلم ها برپا بکنند. آقای قشنگ در خبرها بود که یکی از کارگران بوشهر به دلیل عدم تمدید قرارداد کاریش قصد خودکشی داشت. من این پرسش رو مطرح کردم در بخش پیشین با کارشناس اقتصادی آقای تغییرزاده و در همین حال در جای دیگه از ایران یکی از مهرها کارگزاران یا هر عنوان دیگه بذارید در حکومت ایران به اسم آقای محسن پهلوان خود نشریات و رسانه های تهران منتشر کردن 93 یا 94 هزار میلیارد تومان متهم شده به اختلاس مثل بقیه بابت زنجانی. شما به عنوان یک فعال کارگری سندیکایی که شلاق ولایت فقیه بر پیکرتون خورده این منظر رو وقتی نگاه میکنی در جای کارگری به خاطر از دست دادن کارش خود دست به خودکشی میزنه، در جای دیگه چنین عقیق به انگشتی چنین اختلاس میکنی، چه تعریفی دارید از این منظر؟ بخواید نقد کنید بذارید. این کاملا نشون میده دیگه ثروت به یغما رفته، استثمار ظالمانه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان جامعه مثل معلم ها رفته تو جیب میلیارد ها، تبدیل شده به ثروت میلیاردی و رفته تو جیب دزدها و مفخورهای حکومتی. اتفاقا اشاره شما به جاست. خب این چندمین مورد اقدام به خودکشی یا تصمیم به خودکشی در بین کارگران بوده که گاه اخبارش هم منتشر شده، حتی متاسفانه برخی اعضای خانواده خودشون هم نابود کردن و بعد خودشون رو نابود کردن. این عزیز ما که وارد این کار شده بود خودش از ارتفاع بالا بندازه پایین که خوشبختانه حالا زنده هستن و این اتفاق نیفتاده، راه غلطی رو میدن. ما باید اینقدر حداقل
این مبارزه رو طوری در پیش بگیریم که به جایی که به خودمون صدمه بزنیم، حالا که میخوام جانمون بگذاریم، راحت بیستیم و یک طرح عمومی دفاع بکنیم، و اگه اونجا زندانی شدیم و کشته شدیم، لااقل به عنوان این مبارزه راه حقوق مردم، حقوق خودمون و زن و بچه‌مون میتونیم در تاریخ جایگاهی داشته باشیم. با خودکشی که چیزی ما درست نمی‌کنیم. از اون طرف هم همونطوری که شما گفتید، موقع سایت کلمه هم میاد اینو منتشر میکنه، 94,000 میلیارد تومان پولی که بانک ها، این پول مردمه، 2,000-3,000 نفر گرفتن و به عنوان شرکت ها و به عنوان نمیدونم وام های تولیدی و گسترش صنایع بردند و خوردند و حتی یک قسطش هم پس ندادن، که یک نمونهش یک فردیست که به تنهایی 3,000 میلیارد تومان گرفته و حتی اسم ایشون هم نمیارن، چون همشون از دردمدارای حکومتی عوامل دولت هم، مجلسی ها، نماینده های سابق مجلس، وزرای مختلف، کلاه مختلف، بیت رهبری و خامنه ای و مشتبه و سران سپاه، همشون جزو گرفتن گیرندگان این وام های بلابرگشت هستن که متاسفانه با این تاراج ثروت ملی پول ها را از کشور خارج کردن و الان یه جایی در لس آنجلس من شنیدم سردار آباد درست کردن که گرونترین خونه های چندین میلیون دلاری رو اونجا ساختن و خود آمریکایی ها یا تاکسیچی های منطقه بزرلی هیچ و اونجاها به اینا میگن سردار آباد، یعنی سردارای سپاه از در اون پولا رو دزدیدن بردن اونجا و کاخهایی ساختن که حالا به کلمه سردار آباد مشهور شده، یعنی اینا سردارای سپاه جمهوری اسلامی هست و این خانه ها رو در آمریکایی که میگن مجبر آمریکا ساختن و در کانادا گرونترین جاها، گرونترین خونه ها و بیش از 3,000 نفر از اعضای خانواده هاشون، زن و بچه هاشون رو فرستادن جاهایی مثل دومینیکن، جاهایی مثل زولاند نو، استرالیا، سندهاش در اومده بیرون که چه زمین های 500 هزار متری جنگلی رو گرفتن برای خودشون شهر و ویلای اختصاصی بسازن. صادق زیبا کلام در داخل کشور ایشون میگه فسادی که وجود داره، فساد مالی در تاریخ مدرن ایران سابقه نداره. شما به سرداران اشاره میکنید، سرداران سپه، پاسداران چه گلی بر سر کشور زدن جز باعث شکست ایران شدن عملا در جنگ، جز باعث ویرانی هایی که جنگ به بار آورد شدن، چه گلی بر سر این مملکت زدن، بر سر ایران زدن واقعا. از جمله همین سردار محسن پهلوان، 94,000 میلیارد تومان با نقد، واقعا چه کارایی میشه کرد آقای حسانلو برای کارگران، برای معلمان؟ باید رسول بوداقی در زندان باشه و بقیه کارگران و معلمان باید در زندان باشن و سردار محسن پهلوان چنین. با این پول چه میشه؟ ما به هر حال راهی نداریم به جز اینکه در مقابل قدرت نظامی و اقتصادی هیولایی که این سیستم ضد بشری و عقب مانده قرون وسطایی ساخته، یک نیروی مردمی، یک نیروی متحد که داره با این گسترش اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها و پیوستن اونها آروم به آروم به وجود میاد، به وجود بیاریم. چرا که جواب زور و زور فقط میده و خوشبختانه حالا ما در شرایطی هستیم که اعتصابات خودروسازی ها هم پیوسته شد، ایران خودرو که وارد اعتصاب شد و کارفرما قولهایی داد، 15 بهمن منتظر هستن کارگرها که اگر اون قولها انجام نشد وارد اعتصاب میشن که دست از کار بکشن، و راننده سرویس هم قول دادن که کارگرها رو به سر کار نیارن. همینطور در پارس خودرو و ایران خودرو دیزل و سایپا که همه این کارگرها عملا یک جور استثمار دارن میشن و زیر این فشار موندن، و نقل و انتقال اخبار اعتصابی و اعتراضی و سازماندهی مبارزات کارگری در اعماق خود این کارگرها در حال رشد است، و به جای اعتصابی که قضا نگیرن یا قضا نخورن و ساعتی دست از کار بکشن، در مرحله بعدی از 15 بهمن به ماه به بعد اگر حکومت حقوق کارگران نده، همین دیشب با یکی از مسئولین این طبق اصطلاح
تشکل‌های اعلام نشده در بدن کارگرها صحبت می‌کردم. به زودی فایلش هم که آماده کردم منتشر می‌کنم که نگاه کارگرها به خرخره‌شون رسیده و آماده هستن که با کارهای جمعی و پیوند با معلم‌ها، پرستارا، خبرنگارا، خانواده‌های زندانی‌های سیاسی و معلم آرام آرام به طرف اون اعتصابات بزرگ سراسری و جنبش همبستگی که در بین روشنفکرها و زندانی‌ها و بلاکشیده‌های اوایل دهه 60 و حتی قبل از اون هستن در کارزار تلاش برای اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر، این فضا داره آماده میشه. همین دیروز پریروزم شما حتما خبرش داشتید که بازم یاران آقای محمد علی طاهری برای آزادی و اینکه بدونن او را به کجا بردن، چون این شخص نمیدونه ایشون را بند جای الف خارج کردن کجا بردن، باز به خیابان آمدند و تجمع کردند و تظاهرات کردند و روحیه اعتراضی و همبستگی در حال رشد است و این یگانه راه نجات ما مردم ایران است که در مقابل قدرت حکومتی، یک قدرت ملی و این نیروی مردمی متحد اعتصابی اعتراضی متشکل ایجاد کنیم که جواب قدرت رو قدرت میده و جواب شمشیر رو شمشیر. سپاسگزار هستیم آقای منصور حسانلوی عزیز، با امید به اینکه در برنامه آینده بتونیم تصویر نیز داشته باشیم. با سپاس رسیم. انسانیت کردید، بدرود از شما، ممنونم، خدا حافظ. ببینیم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظاتی دیگر. با چند خبر با شما عزیزان و چند پرسش. پرسش از جمله این هستش که در جمهوری اسلامی امنیت ملی واقعا چه مفهومی؟ نگاه دستگاه قضایی حکومت فقیه وقتی کسی متهم میشه به اقدام علیه امنیت ملی، این امنیت ملی چه مفهومی داره؟ وقتی درویش گناه‌آبادی متهم میشه به اینکه اقدام علیه امنیت ملی به عمل آورده، به زندان میره، مورد شکنجه قرار میگیره. وقتی که روزنامه نگار یک لاغوای ایرانی مانند ابوالفضل عابدینی متهم میشه به اینکه اقدام علیه امنیت ملی انجام داده، وقتی که معلم ایران رسول بوداغی و بقیه متهم میشن که اقدام علیه امنیت ملی هم دادن، چه مفهومی داره و چه تعریفی امنیت ملی در جمهوری اسلامی؟ و این امنیت ملی چگونه است که وقتی که میلیاردها دلار از سفره مردم، سپرده های بانکی مردم، درآمدهای ملی مردم اختلاس میشه و طبق گفته مسئولان دولت کنونی 22 میلیارد دلار ظرف مدت چندی ماه از کشور خارج میشه، چرا این اقدام علیه امنیت ملی نیست؟ چرا وقتی محسن پهلوان نامی متهم میشه به این که نزدیک به 31 میلیارد دلار حاصله، این اقدام علیه امنیت ملی نیست؟ تعریف امنیت ملی تعریف پیچیده ای شاید به نظر بیاد در جمهوری اسلامی، اما اونچه که در دستگاه قضایی و حکومتی قانونی ایران شاید بشه تعبیر بلافاصله باشه برای این ترکیب امنیت ملی، در واقع امنیت اقتصادی و امنیت در دایره بسته خودی هایی هست که گاه با هم اختلافاتی نیست دارن. بر سر چه؟ بر سر اون چی که درآمدهای ملی مردمان از دایره است. اشاره شد در بخش نخست برنامه که شرکت اپل، شرکت معروف اپل
در سراسر جهان معروف است، بالای 70 میلیون فقط دستگاه های سلفون فروخته و کارهای خدمات کامپیوتری عظیم به سود بی سابقه در گزارش ها بود دست پیدا کرده، حدود 17.8 یا 18.7 میلیارد در سال گذشته. شرکت اپل بسیاری از خدمات کامپیوتری در جهان، هم از خدمات هواپیمایی، خدمات مختلف مورد استفاده در کره خاکی مدیون تکنولوژی اپل هست. اما آقای محسن پهلوان و بقیه، آقای بابک زنجانی و بقیه، آقای محمد رضا رحیمی و بقیه، بیت رهبری و بقیه، بدون چک و چونه میلیاردها دلار در عرض مدت کوتاهی به دست میاره. این امیدواریم که بشه در این دستگاه قضایی سالم پولی رو که از سفره مردم منتقل شده به بانکایی در کانادا به سفره مردم بازگرده و رونق دوباره پیدا کنه سفره مردم ایران. در این میان یک پرسش دیگه مطرح هست، این که وقتی گفته میشه 22 در عرض چند ماه در دولت احمدی نژاد اختلاس شده و به خارج منتقل شده، پرسش اینه چه کسانی مسئول نگهبانی و نگهداری از پول مردم، از سپرده های بانکی مردم بودن، چه کسانی مسئول اجرای عدالت اقتصادی بودن، معلمین بودن، کارگران بودن، یا حکومت، یا کسانی که حکومت میکنن، یا ولی فقیه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وظیفه پاسداریش در کجاست؟ پاسداری از چگونگی انتقال پولهای کلان از سفره به بانکهای خارجی؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که زمین ساز و یکی از عوامل قطعی در مصیبت‌های جنگ 8 ساله بوده و عملاً باعث نوعی شکست شد برای ایران به خاطر بی‌تجربگی ها، به خاطر عدم تخصص، به خاطر اینکه نظامی نبودن. هرگز بسیاری از سردار سپاه پاسداران، اکنون صاحبان شرکت ها دار به غنیمت گرفتن کشوری رو، همچنان که آقای محسن پهلوان در سابقه سرداری سپاه پاسداران رو نیز داره. پرسش اینه چه کسی مسئول بازگرداندن پولهای قارت رفته از سفره مردم هست؟ ولی فقیه، دستگاه قضایی حکومت فقیه، دولت؟ در واقعیت امر تغییر چندانی حاصل نمی کنه. این که پولهای اینچنین متعلق به مردم بوده، از درآمدهای ملی مردم بوده و از درآمدهای ملی مردم هست، اما نه بر سفره مردم، در حسابهای دیگرانی که چندان چشمی به بهبودی و رفاه مردم نداره. گواهی این که 35 سال عمل کرده برآمد از انقلاب تایید این سفره. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردای بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری کوهساران تفتان، دراگ و زگرس و وند کوه و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. Thank you.